با من آماده شیم بریم جمع. خب دوستان، داریم بالاخره عازم کمپ میشیم. میدونم خیلی طول کشید از کمپ قبلی تا اینجا، ولی خب بجاش من همونجوری که میبینین آماده اومدم. این سری هیچ چیزی نمیتونه منو در این کمپ بلرزونه دیگه. خب مثل گرگ میمونم دیگه، من گرگ. خب میام میخوام کیفمو با بچه‌ها در میون بذارم که ببینن چه چیزایی ما در میون بذاری و چه جوری این دفعه آماده ترم. خب تو زیپ اول بالا چی داره؟ خیلی دقیق میخوای. تناب، این تناب عادی نیست، میاد ناکن توش چندین مفتوله، خب؟ که یکیش برای حریقه، یعنی آتیشش میزنی آتیش میگیره. یکیش توش مفتول فلزی بر ماهیگیریه، خب؟ بعد جده اونم میدونی که قرار نیست ماهیگیری بکنیم. مهمی که من آمادم، خب؟ مهمی که آمادم. این یه شمعه که 6 ساعت روشن میمونه، خب؟ این ظرف آره، فلزی هم هست، سفیتیلهی شب بحبو بود. این یک دفتر مخصوص آوردم که اگر اونجا خواستم یه سری از یاد داشتم و خاطر مطمئنم استفاده رو میکنی هم دفتره، یه سری از یاد داشتم و خاطرات رو میخوام بنویسم بتونم بنویسم. بعد باحالی دفترش اینه که ضد آبه، اونجا اگه بارون بیاد این هیچ چیز نمیشه، من همیشه میمونم. یعنی اگر یه شعر یه یاد داشتی به ذهنم برسه میتونم. چیزی که واقعا به درد بخورم داریم یا فقط اصلا به درد نمیخورم؟ قرصای مختلف دارم، آنتی بیوتیک. اگر مثلا اونجا آب خوردیم و آبش کثیف بود همونجا آنتی بیوتیک آب دارم تو قمقمه میارم. آره فکر کنم طبیعت میخوای بری دستشویی میارم. وای این بزرگترین مشکل من با کمپ دستمال خالی فایده نداره، فایده نداره دستمال خالی. بات نپکین، اینا دستماله مخصوص باسن. زیپ دوم چیه؟ ها داریم میریم معدن یا داریم کار میکنه؟ روشن شد؟ تو روز روشن داریم میریم کمپ. آی کور شدم، کورا. اینجوری میتونم روی شب روی چیزا کار کنم بدون اینکه دستم به چراغ قوه بخواد بند بشه. اینجوری چراغ قوه دیگه دارم. هی اینا رو میزنی تو ششم کورا. بره یا مثلا اینجوری لباست بره و روشن میزنی به اونه. تو فیلم ها دیدی؟ آره. اینجوری لسواس داره اینو. همه یه کیف شبیه اینونتوری لسواس. دقیقا آفرینیم. این قمقمه تیتانیومیمه، خب؟ قمقمه معمولی نیست، من هم قمقمه داره که اینجوری بگیری دسته وقتی که داغ باشه، خب؟ بعد خفنی اینجوری بذار بیام بهت نشون بدم. این تو آب برکه، از اونجا میرم دارم برکه، خب؟ اینجوری آبو میری زمین تو، خب؟ بعد این فیلتر رو میذاری توش، فشار میدی پایین، آب از توی این فیلتر رد میشه و تمام میکروبا و باکتریاشو میگیره. بعد این آب قابل آشام میدن هست. اصلا مثل اینکه متوجه نمیشی که آب دارم میارم کلی آبه. بعد پانشو پانچو، اگر یه بارون گرفت پانچو داشته باشه. خب یه چیز بارونی و کت داریم کلی دیگه. آره ولی این شرایطی که اصلا نداری. خب داری دو رنگ ماژیک، قرمز و آبی. لبلو شامپو. حالا میریم توی کیف. آی کوروش میای راه بیافتی مثلا این کیف بالش میبری چیه اینجوری باز میشه. بچا منتظر این تیکه نشون نداشت یه بند رو چسب پاور بانک. تنها چیزی که تو الکترولیت ببین، تنها چیزی که به درد میخورد تو اینا پاور بانک بود. کورو دستشوی سیار. یعنی چی؟ یعنی چی؟ این یه کیسه است که توش دستشوی کنی. یه جور دیگه ای گفتی، یه جور گفتی انگار خیلی اختراع خفنی بود ولی تنها یه کیسه بود. توشی شنتوری هم داره، شاید نمیدونم برای چیه. مثل مال گربه؟ آره دقیقا. این هم یه نیه، توش فیلتر داره. این دمه دوید که پورت میکشی آبا. تمام شد دیگه کیفه. میری که هیچ کدوم اینا به درد این نمیخوره که اگه خرس بهمون حمله کنه که از همه چی احتمالش بیشتره. هیچی نداریم اونجا از همون دفاع کنیم. فکر کردی کوروش گرگ جنگل فکر این چیزاشو نکرده؟ آماده لوازم دفاع از خرس اون هستی؟ آره لطفا. لوازم امنیتی برای مقابله با خرس. وسیله اول گاز اشک‌آور مخصوص خرس. این گاز قوی‌ترین خرس رو از پا در می‌آورد. از پا داره. وسیله بعدی تیر و کمان. اگر که اسپری فلفلی اون تاثیر نداشت حتما تیر و کمان دیگه تاثیر می‌ذاره. آیتم بعدی بوق بسیار بلند.
این بوق تمام خرسا رو از ما دور خواهد کرد. آقای من گفتش که این سه تا داره. نه چه جوری کار می‌کنه؟ این دوت مش، این دوت. دو بوق دیگه داریم. دو بوق. و آیتم آخر. چاقو. اگر که خرس بعد از گذشت آور بعد از سیرک اون بعد بوق اومد با چاقو خودم باش می‌جنگم. با چاقو خودم باش می‌جنگم. نه کن بده من بده من بده من بده من بده من این خطرناکه. با چاقو خودم باش می‌جنگم. با خودم. خطرناکه نه. با چاقو خودم باش می‌جنگم. با چاقو. بازم اینجا کجاست انتخاب کردی؟ میا الان با کجا برم؟ راست یا چپ؟ باید بری یه جایی که زمین مناسب کمپ کردن پیدا کنی. ببین ویوی کوه داری. اینجا خفت که اون بغل هم مواد فروش بودن. یه دو تا قدم اون برتر این باش چادر زدن مردم مواد داشتن میفروختن. اینجا جای خوبی نیست خدایی. بالاخره اومدیم کمپ. من موندم وقتی سری پیش انقدر بد بود چرا دوباره تصمیم گرفتیم بیا انقدر یکی هم بیاریم خودمون. خیلی خوش گذشت، واقعا خندیدیم ولی بدون امکانات واقعا سخت بود. یعنی اصلا در یه حدی که اصلا تا یه مدت زیادی من دیگه دوتا ماشین پر جنس بردم جز دو چیز فرق نیوردن. یک کیسه خواب، خب کیسه خواب گرون بود خدایی. یک روز کامل رفتیم خرید و کیسه خواب نگرفتیم. من بهش گفتم گرون بود. خب دو کف این چادرمون، خب چیز نداریم، هیچی نداریم که بندازیم. نمیدونم چقدر مهمه. چادر داریم به قول میدم هر چقدر از بابت چادر و وسایل خوب نباشیم، خب شام خفن داریم. سوسیس بچه ها، امشب سوسیس داریم خفن. یه بسته سوسیس همش گوشت. اول از همه باید چادر رو بزنیم، خب بعد به غذا فکر کنیم، زنده بمونیم دیگه. بعدش آره زنده بمونیم. چهار تا اینجا خیلی خوب. چون اینجا هیچی نیست، هیچی هم آنتن نمیده. کش اول با غذا فکر می‌کردیم. اگه چیزی میشم دیگه صدای ژاپن میاد. یه وایسا شده دیگه. اهو چقدر میپیچه. الان خیلی صدا نمیاد. الان من نمیدونم کجا. الان دیگه میدونم. الان دیگه همه فهمش دیگه میاد. یه جلوی پشه ها رو میگیره بچه ها. بچه ها من حواسم از خرسه. آفرین، تو مهمترین کار رو دیگه الان کیده، این کار رو میکنی. او رو حواس سنتمون. آیس عجب چیزی داره. چی رو اومدی اینجا میا؟ خونم افتاد. من ایراش بود ایوان آمادم صفا کنم آمادم صفا. چرا خوشی بسه؟ خب بگو با شکوه واقعا شکوه زیادی داد. عجب چادری شد، واقعا خوشحالم. لوکس واقعا دو لوکسه. اوکازیونه. درسته که کیسه خواب ندارم، خب ولی اینجا رو داشته باش. کوچیکه یه ذره الان که دارم میبینم. همین؟ یعنی چی آقا؟ بابا میاد نگاه کنم اینه. خب نمیدونه سن اینقدر بزرگ میشه این چادر که من برم توی دقیقه وایستا. خب بچه ها این از زمینمون. من میخوام یه سیمیلیت کنم که امشب میخوام اینجا بخوابیم. خب الان که خیلی سرد و سفته، خیلی سردتر، چقدر ناهمواره این زمین. کاشی بیل میزدیم این زیر. یه روز رفتی خرید کنه. من رو ایمان رفتیم خرید. من رو ایمان جا میشیم. ببین ایمان خوابید.
در رو ببندی. بعدام بد نیست. در رو آقا سوز داره میاد. بابا اگه رانندگی بلدی برگردی. یه دقیقه به من گوش بده. یه لحظه به من گوش بده. بعدش این چادر می‌خریدیم. باز کن. ایمان. این یخ میزنیم. اصلا بس باز این انگار بیرونی. بله دارم می‌بینم. هیچ فرقی نمی‌کنه با تو. پشه. خرسه ها رو اینجا بینه پشماش میریزه. خرسه بعد بخواست همون غذا میاره ما رو بینید فلاکتی که این تو هستیم. خیر سلام. یس ببین چند ماه دارم هی میگم بریم این دفعه کمپ میتره کنم حاجی رفتم وسایلو خریدم لوازم دارم. بیا و این تو رو درست کنیم اول. من واقعا نمیتونم، خیلی سرده. بیا بیا بالشت. بالشت دو تا بالشت داریم. میا پتو نیستش اینه کی؟ رو پتویه. رو پتویی این تنها چیزیه که من میخوام تو این کم همین. خدا رو شکر از این فایر بنا نیست، از اینایی که نمیتونیم آتیش روشن کنیم. خیلی نعمت آتیش تو کم مثلا وقتی اینقدر سرده. چی خوشمزه میشه گردو خورش. رد داد دیگه، اصلا رد داد به سرما روش. آمه یه تنه گردو. آره که نه چی گردو تو آتیش میخوره. ما دموقع دست ها میتونه سوسیسی شده بچه ها. بالاخره غذا. یس سوسیس دودی اونم. دست داری میزنی برای سوسیس هم. بزن خب چرا سوسیس ها رو اینوری نمیذاری؟ خطایی اینوری افتاده رفت دود رفت چشم. ماشاءالله اولین سوسیس. یه دست مرتب برای اولین سوسیس. اولین سوسیس سوال یوتیوب فارسی. یوتیوب فارسی پخته؟ حال میده. اینجا قایم موشک بازی کنیم بمیریم اینجا. باشه با تو بیار از این میرزا قاسم بازم جون بیارم چقدر پا ما میتونم. بازو ترسیدن ندین چون هی بیشتر میترسیم. از این مدل بابا چیزی نیست فوقش یه اره برقیه رو میفته دنبال همونی اره برقیه دیگه. بیا این رو نور رو نگاه نکن و من رو نگاه نکن. هر بار کی میو نگاه میکنه اینجوری میشه کیه حسن میکنیم به این سمت ولی دارم میان یه موجی از آدم ها. خب بذار چایی بریزم بچه هاست به همه میرسه. خاموش کنیم. بله که ریوان داری. همون ترس دیدیم. نه اصلا جدای ترس خب فکر نمیکنم انقدر سرد باشه. فکر نمیکنم انقدر جای پرت داغونی باشه جایی که داریم میریم. بعد صداهایی که دارم میشنم اصلا نرمال نیست. یو سه مثلا یو پنج تا موتور سوار رو تو این برهوت پاسه چی دارم میان آخه. اصلا اینجا موتور سوار نداره با اون صدای ماشیناشون چیکار دارن میکنن اینجا؟ بعد تا فهمم که چراغ قوام قرمز هم میشه. یه دقیقه میاد اینجا رو پاشی نگاه کن با هم تو رو خدا میبینی؟ اونجا رو نگاه کن. وای چقدر بده اونجا. چه خبره اونجا؟ بچه یه کوچولو پشیمونه. یه کوچولو؟ ولی ده چهار ساعت یه دو چشم بریم اینجا چیکار میکنی؟ سلندرمن رو یه خوب ببینیم میخواییم چیکار کنیم. روشن کن؟ واه
اون برتر سمت راست چی هست؟ هیچی اینجا. وای این اسلندرمنه. الان اگر اصلا خرس بیاد هیچ حرکتی نمیشه زد. میدونی چی میگم؟ نمیدونم. بس اصلا خرس الان مشکل من نیست. اصلا جایی که هستیم خیلی وحشتناکه حاجی. اصلا خرس آخرسی که دارم داشت میترسم. من خیلی تو سرم یه فاز استتیک خوشگلی بود. نه بیشتر است بقاه. بقاه اینجا. بچه حالا ما میدونیم توی این تنتمون چادرمون هم میبینین گنده است. اون وقت خواهیه هیچی جورت نداره کسی بره اون برشن. هیچی بیرون معلوم نیست. خب صفر تاریکی مطلقه. خب صداهای عجیب غریب میاد. ایمان که الان شروع میکنه منو خوردن. یا اصلا باورم نمیشه میاد. یعنی واقعا فکر نمیکنم بدتر از اون دفعه بتونه بشه. آره چجوری ما پس رفتی از جهنمه جهنمه یه دونه بخاری از اونجا ولی از تو ماشین ایمان بود. خاموش میشه بلندش میگه خاموش میشه جون مادر تو دست. وای بزن. نه روشن. آخه بیرون یه دونه برق گذاشتی. واس کردیم به ماشین ایمان که فقط یه کوچولو اینجا گرم. انقدر دستم میلرزه. این بذار بهتون بگم. یک سری بخوام ته دارم میگم. یکی از بدترین تجربه های زندگیمه. خب. یه ما میتونیم الان که ساعت 9 شبه من میخوانم 3 صبح میکنم چی کنم؟ من میخوام بخوام هوا بچه شده منفی 1 الان. خب حس عدم امنیت خیلی بدی. به جاش زیتون داریم بچه ها پایه اشغال اساسی هستین؟ اینجوری بود که مثلا میایم این تو این نورای فریلایت ها رو میذارم ستاره ها خوشگل استتیک زیبا همه یه تصورات هم خراب شد. فقط پنج دقیقه از جوراب ها رو گذاشیم توی آتیش که فقط داغ شه پامون. نمیتونم چی بگم واقعا. خیلی گرمت کنم. هرچی بیشتر به مولیم گرمتر میشه. استکان من 3 سال فقط مالش حرفه‌ای خوندم. چی داری میگی؟ گوش به که نمیتونم بچه ها یکی بره اون بره تنت ما هرچی زودتر بخوابیم زودتر صبح میشه. تحت فشارم رد تو دیگه اون پای دره را حال داری زیپش بسته زیپش میکنی کسی نه یا تو نفهمه ما تو رد دادم دیگه بچه رد دادم من تصورم از مهاجرت این نبود. اوه اینا اوه بیارش اونا رو کلی گلوستیک هایم دیگه هم دارم بیار دختر پسر رو اوه چقدر باحال شدی میای بسر یعنی فیلم ترس تو که به خدا فیلم ترس تو که این آخرین لحظه های زنده بودن من. خب بازی میکنی؟ آره. چه بازی میکنی؟ فوش بازی شروع کن. یکی یه فوش بده با آخر حرف اونی که فوش بده دیگه. آره واقعا میخواین این کار یه فوش شروع کن. بروجک جک که آره باکه رو کارت راحته به جاش. کمبیزه نداری؟ کمبیزه فوش. چرا من از چی کمبیزه؟ کمبوزه منظورته. کمبیزه میگه شیرازی ها. کمبیزه فوش نی؟ واقعا کمبوزه میگن خدایی کمبوزه. نه چرا یا با؟ بیا موج بریم. شروع کن موجو.
چجوری؟ آره آره حالا از اون برگرد. اینو بخور، دوتا بخوری ما، دوتا بخوری خوبه، خوب شدی. دستمالش بده، ما هممون یه چیزو خوردیم، همه چیو با هم خوردیم، همه چیمون با هم. ایمان که رفت تو ماشین و بیرون نمیاد، ما همون اینجا، شما که از خودت اونجا تیشه، اون بغل من میتونم حداقل اون بغل من بیام بخوابم. شب عادت دارم پامو باید اینجوری بذارم روی یکی سبتری میخوابم. من انگشتامو واقعا نمیتونم حس کنم، سر انگشتام. من واقعا یکم دیگه گیره میکنم. هیچ چیزی نمیتونه منو در این کمپ بلرزونه دیگه. خب مثل گرگ میمونم دیگه برمیتونم. یا دیگه با وای بچه من دارم خدافظ. خب بچه ها منو نیکی خواهو نمیبرد، اومدیم ستاره ها رو ببینیم. نمیتونم چقدر شما میتونیم ببینیم، ولی رویایی ترین صحنه زندگی من. معلومه بچه ها میتونم ببینیم. پره ستاره هست بچه ها، از همینجا برای همتون آرزوی بهترین چیزای دنیا و سلامتی و هر چیزی که دوست داریم بهش برسین رو میکنم. صبح خیلی بچه ایمان مسموم شد دیشب. ایمان دیشب نشسته بود بالا سر این سما هستش که برای کشتن پشه است. دو سه ساعت بالا سرش بود، در حیداش میگفت حاجی حالم چرا بده، یکم حالم یه سر آشوبه. بعد تا صبح حالش بد بود، خوابیده بود تو ماشین و مسموم. الان حالت خوبه؟ فهمیدیم که سم پشه منو میکشه، اینو متوجه نکش هنوز، یه ذره فقط آشوبت کرد، آشوبت کرد. سم منو نمیکشه. به قدری سرد بود که نمیتونم مثلا من که اصلا نخوابیدم و من تا صبح بیدار بودم. مثلا نخوابیدم هر بار بیداری شدم کنش اینجور حواسم بود چیزی نشه. خب همش حواسم به این بود که نکنه خرس بیاد. خب بچه ها دیروز که نتونستم تیر کمان رو استفاده کنم چون خرس نیومد. خب امروز باید مسابقه میذاریم، هر کی بهتر بود برنده شد میشینه و بازنده ها واسه اش صبحانه درست میکنن. من هر جور شد میبرم. بریم نشونه رو اینجا میبینی؟ سوراخ پایین تره. خب بر همین تو مثلا یه انقدر فقط چند سانت بالاتر بگی. فقط الان نزنی ماشرا. مطمئنی؟ آره مطمئن. چند سانت بالاتر بگی، چند سانت بالاتر بگی. باریکلا چقدر خفن زدی. وای گشنمه نفر اول. این ردش کرد رفت برو کنار رزم تو چشه. نه نه اون نمیزن. میخوام ایموت کنم. داره ایموت کنی باید. صبرم برده نتونستم بزنم. اوتمیلیه که قراره به هم بدی. اوتمیلیه که قراره به هم بدی. یه نزدیک بود. بذار برم ببینم. خورد اینجا. نه خیلی نزدیک زدی. ببین یه ذره این ورتر زدی، یه ذره پایین تر. نزدیک زدی ولی خدایش نزدیک زدی. من باورم نمیشه چجوری میازد. خیلی خفن زدی همه تون و من باید صابونه بدیم. خیلی خفن زدی. وای خاموش کردیم. آخه خیلی سای زیادی دار چیزه دیگه. به همون گازه. گازت مطمئنی برای این بله، قصد بده؟ بله. خب آب کجاست؟ پشتت یه ذره آب. گولاگ هست تو کالا دوتی میبازی؟ بله. تو روسیه موسیه هست اینا، تو گولاگ اینا بهت میدن. بله. خب اینجا به از گولاگ نیست اگه نگاه کنی.
همه چی بیشتر میچسبه تو طبیعت. باورم نمیشه تونستیم زنده موندیم. دیگه ایش وقت این کار تا آخر عمرم نمی کنم. بچه امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه تو این سفر با ما همونقدری که به ما خوش گذشت. کمپ سه ایشالله میبینم اتون. خب بچه ها اگه این موقع به سرتون زد از تخت خواب نازتون و خونه امنتون خارج شید و برید وسط بیابون برهود کمپ کنین، بذارین توی فصل گرمتر سال این کار انجام بدین. اینا همه تجربه است میاد، مخصوصا اگه توی مثلا کانادای جایی هستین. تجربه هایی که تو زندگی داریم دست میاریم میاد درد دارم. از این پشه کشا روشن نکنین بعد برین تنفس کنین دودشو کلا نکنین. حسنتون دارم بچه ها، مرسی از اینکه ویدیو ما دیدیم. خدافظ.